علی ابن یقطین وزیر بود در زمان هارون الرشید، اما به اذن آقا موسی بن جعفر علیه السلام آدم خوبی بود و حضرت فرمودند که باش در این پستی که هستی و به این شرط که شیعیان گرفتاری که هستند پیش تو میان به اونها خدمت کنی. اهل بیت با اینکه اولیاءشون دوستانشون در دستگاه جور باشن به شدت مخالف بودن. یک موارد استثنایی داره که اونها به جهات خاصی به هر حال بودن، از جمله همین علی ابن یقین گاهی اخباری رو برای حضرت می آورد، کمکهایی رو داشت که بودن او به نفع شیعیان بود. یه وقتی آمد پیش موسی بن جعفر علیه السلام مدینه، آمد مدینه، حضرت در خونه رو روی او باز نکردن، خیلی تعجب کرد. رفت فردای اون روز آمد، باز هم وزیر دربار هست، شخص بسیار معتبری هست، اما در خانه موسی بن جعفر روش باز نشد. گفت فقط با آقا بگید من چه کار کردم، من اشتباهم کجا بوده، چه کار زشتی از من سر زده. اینم خودش معرفت او رو میرسونه که میدونه وقتی خطا بکنه در خانه حجت خدا به روی او بسته میشه. حضرت به او فرمودن به این که یکی از شیعیانی که از افراد ضعیف با تو کاری داشت، اسمش ابراهیم جماله، شتربان بود، ابراهیم شتربان، ایشون کاری با تو داشت، آمد در قصر تو، آمد پیش تو و تو در رو روش باز نکردی و به همین جهت من در رو روی تو باز نمی کنم. الله اکبر. گفت آقا من الان فهمیدم که اشتباه کردم و چه کار کنم تا اینکه شما راضی بشید. حضرت فرمود اگر او راضی بشه من راضی میشم و الا هیچ راهی ندارم. الله. و آقا فاصله بین تا او خیلی زیاد هست. حضرت فرمودن اگر مایل باشی من به راهی رو میفرستم. به اعجاز و کرامت آقا موسی بن جعفر علیه السلام شبانه رفت و خودش رو رسوند به ابراهیم، به خانه ابراهیم جمال در زد. ابراهیم اومد در رو باز کرد، گفت کیه؟ گفت که منم، علی ابن یقطین آمدم. باور نمی کرد، گفت علی ابن یقطین وزیر معروف دربار آمده؟ گفت بله خودم هستم. نگاه کردید؟ بله خودش. با شما کجا، اینجا کجا؟ گفت من از تو عذرخواهی میکنم و او هم عذرش رو پذیرفت، برگشت خدمت آقا موسی بن جعفر و حضرت در رو باز کردن و او رو در آغوش گرفتن.